درگیری کشاورزان شهر کرد با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی، 20 روز اعتصاب قضای 6 زندانی سیاسی اهل تسنن در قزلحصار، اعتصاب قضای 4 تن از زندانیان سیاسی کرد در زندان میناب، اعتراض دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاه تهران در پردیس کرج، تجمع اعتراضی دانشجویان دانشگاه آزاد اردکان، حرکت اعتراضی مردم زلزله زده قصر شیرین، تجمع اعتراضی کارگران شرکت آنورتابان در هفت جوب کرج، اعتراض والدین دانش آموزان به سپاه پاسداران در مبارکه اصفهان، اعتراض مردم اهواز به آلودگی آب و هوا، تجمع اعتراضی نمایندگان کشاورزان خراسان اصفهان، اعتراض مردم نخلتقی در اصلویه، فراخوان جوانان اهوازی به تشکیل زنجیره انسانی در حمایت از کارون در هفت آذر، ممانعت از درمان یک زندانی سیاسی محکوم به اعدام در زندان ارومیه، یورش ماموران نیروی انتظامی به منازل مردم مریوان برای جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره. روز جمعه اول آذر ماه بیش از 300 تن از کشاورزان حاشیه زاینده‌رود در استان چهارمحال و بختیاری در اعتراض به احداث و بهره برداری از تونل انتقال آب حجت‌آباد در نزدیکی مصلای شهر کرد تجمع کردند و با ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی درگیر شدند. در این درگیری عده‌ای از کشاورزان معترض بر اثر شلیک گاز اشکاور و همچنین ضربات باتون به طور اوژانس به بیمارستان منتقل شدند. اعتصاب قضای 6 تن از زندانیان سیاسی اهل سنت در زندان قزلحصار کرج 20 روز خود را پشت سر گذاشت. حال برخی از اعتصابیون وخیم می باشد. حداقل 2 تن از آنها به نامهای حامد احمدی و جمشید دهقانی دچار خونریزی معده شدند. اعتصابیون خواستار لغو بی قید و شرط حکم اعدام خود می باشند. اسامی این زندانیان عبارتند از حامد احمدی، صدیق محمدی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، کمال مولایی و هادی حسینی. 4 زندانی سیاسی کرد در زندان مرکزی میناب در اعتراض به شکنجه و رفتارهای ضد انسانی اعتصاب قضا کردند. اسامی این زندانیان عبارتند از علی مرادی، افشین سهرابزاده، کمال شریفی و محمد حسین رضایی. جمعی از دانشجویان کارشناسی ارشد علوم دامی و منابع طبیعی دانشگاه تهران واقع در پردیس کرج چهارشنبه شب 29 آبان و پنجشنبه صبح 30 آبان در میدان الله دانشکده کشاورزی تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواستار برکناری رئیس مزدور این دانشگاه شدند. این اعتراض بعد از کشته شدن یکی از دانشجویان بر اثر اتصالیه برق صورت گرفت. شماری از دانشجویان دانشگاه آزاد اردکان روز چهارشنبه 29 آبان در اعتراض به وضعیت نابسامان دانشگاه و خرابی ساختمان آن تجمع کردند. مردم زلزله زده قصر شیرین در مقابل هلال احمر رژیم در این شهر تجمع و به خودداری رژیم آخوندی از تأمین اولیه ترین نیازهای آنها نظیر چادر اعتراض کردند. مردم به دلیل پس‌لرزه‌های پیاپی شب گذشته را مجبور شدند در سرما و بدون سرپناه سپری کنند. جمعی از مردم اهواز در اعتراض به بی‌اعتنایی رژیم آخوندی نسبت به آلودگی آب و هوا که جان مردم را به خطر انداخته در مقابل استانداری رژیم تجمع کردند. شماری از مردم نخلتقی از توابع اصلویه در اعتراض به آلودگی آب آشامیدنی در مقابل فرمانداری رژیم در این شهر تجمع کردند. کارگران شرکت آنورتاباندر هفت جوب کرج روز پنجشنبه 30 آبان در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه حقوق عقب افتاده تجمع کردند. شرکت آنورتابان شرکت تولید کننده کفش است. نمایندگان کشاورزان خراسان و شرق اصفهان روز پنجشنبه 30 آبان در مقابل منزل استاندار رژیم تجمع کردند و خشم خود را از خودداری رژیم آخوندی از پرداخت غرامت به کشاورزان خسارت دیده ابراز کردند. والدین دانش آموزان دبیرستان موسوم به بهشتی مبارکه اصفهان علیه سپاه پاسداران که دانش آموزان را به زور و اجبار به آموزش‌های جنگی می‌برند اعتراض کردند. در جریان این آموزش‌ها 2 تن از دانش آموزان
بر اثر شلیک گلوله مجروح شدند. اسامی این دو دانش آموز که از ناحیه پا مجروح شدند، علی پیر علی و محسن کرمپور نام دارند. ماموران اطلاعاتی و امنیتی رژیم آخوندی 4 تن از کارگران اعتصابی کارخانه پلی اکریل اصفهان را دستگیر کردند و به شهر دستگرد در 13 کیلومتری شهر اصفهان منتقل کردند. اسامی این کارگران عبارتند از جواد لطفی، عباس حقیقی، کیومرث رحیمی و احمد صابری. 1500 تن از کارگران کارخانه پلی اکریل اصفهان نزدیک یک هفته است دست به اعتصاب زدند و خواستار طرح لغو ضد کارگری رژیم برای کوچکسازی کارخانه می باشند. جمعی از جوانان اهوازی به تشکیل زنجیره انسانی فراخوان دادند. این اقدام ساعت 16 روز پنجشنبه 7 آذر در اعتراض به انتقال آب کارون صورت می گیرد. مکان تشکیل این زنجیره انسانی بلوار ساحلی کیان پارس جنب کتابخانه مرکزی اهواز اعلام شده است. ماموران سرکوبگر نیروی انتظامی صبح پنجشنبه 30 آبان در محله تپه موسک در مریوان در استان کردستان به منازل مردم یورش بردند و اقدام به جمع‌آوری بشقاب‌های ماهواره کردند. پشتیبان رژیم آخوندی از درمان زندانی سیاسی محکوم به اعدام علی افشاری ممانعت به عمل می آورند. این زندانی سیاسی کرد بر اثر اصابت گلوله و شکنجه دشقیمان هنگام بازداشت دچار عفونت داخلی گردیده است. وی بیش از 2 سال در شکنجهگاه‌های مهاباد و ارومیه تحت شکنجه قرار داشت.